و شما هستم. صبحتان بخیر. در ادامه صبح خورشید قرار داره. ما هنگ زیبا را تقدیمتان کردیم و خوشبختانه در این بخش مهماندار هستیم با آقای امان الله صافی، رئیس تنظیف شهرداری کابل. خوشبختانه در برنامه تشریف آوردن و روی چگونگی کارکرد ریاست تنظیف شهرداری کابل بیشتر صحبت ها را با جناب صافی می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشید. سلام، صبحتان بخیر. خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. خوش آمدید. مشمول تقدیم. سلام، ممنون از اینکه تشریف آوردین آقای صافی. بیشتر صحبت در مورد چگونگی کارکرد ریاست تنظیف شهرداری کابل میشنویم از شما با آمد زمستان. البته بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام و رسول الله. سلام خود به شما همچنان و به بینندگان عزیز تلویزیون و شهروندان عزیز کابل تقدیم میکنم. طبعا مسئله زمستان و بارندگی ها یک چالش بسیار عمده شهرداری میباشه. خوشبختانه ما به مو پلان و مو برنامه های عملیاتی که داشتیم، ساحه‌هایی که آسیب پذیری بیشتر داشتن، بخصوص آبخیزی هایی که بودن، تمام مو جوی ها و کانال هایی که در طول سال بندش پیدا میکنه، چی از زباله، چی از لوش، چی از دیگه مواد، خوشبختانه بیشترین ساحه‌هاش پاک شدن. یعنی ما تقریبا در حدود 112,000 متر طول بیشتر ساحه به پاکاری داشتیم که الحمدلله در گزارشی که من تاریخ 24 قبض گرفتم 80% زی پاک شده بود. دیگه امیدوار هستیم که با این پاکاری امی و مسئله آبخیزی کمتر دیده شوه. یک موضوع عزیز که حجم آب چقدر است که ما رو به هیچ وجه کنترل کردن نمیتونیم، اما مسئولیت و امو کارهایی که ما در پلان داشتیم رو به شکل احسنش انشالله انجام شده. انشالله. خب آقای صافی، میشه در مورد این که فصل زمستان هست و بیشتر مشکلات آلودگی و همچنان در کنار این زمانی که برف و باران هست، بارندگی میشه، جاده ها بیشتر مشکلات سراسر زیر شدن آب ها هست در جاده ها و مشکلات زباله ها هست، میشه در قسمت مشکلات زباله ها که یک برنامه قبلا هم داشته بله، چقدر تاثیرات من مثبت گذاشته، بیشتر از شما بشنم. طبعا یک برنامه که شروع میشه با چالش ها، با مشکلات خود می داشته باشه، اما خوشبختانه نظر به آماری که ما دارم، اما پروسه که ما شروع کردیم، فعلا ما در حدود 115,000 خانه را در زیر پوشش شرکت های خصوصی داریم. یعنی زباله از اونها از خانه برداشته میشه و به یا ریاست تنظیف و یا به گزک که مو صاحب دفن زباله است انتقال داده میشه. در این خصوص فعلا 70 شرکت کار میکنه، شرکت های خرد هم هست، شرکت های متوسط هم هست، شرکت های بزرگ هم هست. در قسمت برف و بارندگی که سرک ها را یخ نزنه، ما پروگرام نمک پوشی داریم مخلوط با ریک. ریکش هم الحمدلله ماده داریم، فرمایشات نواهی را هم گرفتیم که باشون ارسال کنیم و همچنان نمک فرمایش داده شده که به مقدار دو کانتینر تقریبا ما نمک داریم از پارسال مانده. او مشکل ما رفع است. موتوری که ما برفاکی میکنه، تمام موضوعاتش جور کردیم، تنظیم است که انشاءالله اونا برفاکی خودم میکنن، سرکار را پاک میکنن. مسئله آلودگی را شما گفتین، ما یعنی بخش صحت محیطی و محیط زیست ما در این باره بسیار جدی کوشش میکنه. تمام اونو بلند منزل هایی که مرکز گرمی داره و زغال میسوزنه برشان جدی گفته شده، تا با سطح هزی که معرفی میشن به ریاست تحقیق جنایی اگر اونا فلتر نصب نکنن. اما متاسفانه کابل 6,000 خانه داره. او خانه هایی که مردم های عادی زندگی میکنه، تمامشان چوب، زغال، هر وسیله دیگه را که بود پیدا کنن او را در میتن. طبعا مسئله اقتصادی در اینجا مطرح هست. دودی که اونا تولید میکنه 80% ممکن در می حدود دود کل کابل باشه که در اونجا ما هیچ نوع تصرف را خصوصی انجام داده نمیتونیم که برای از اونا آیا ما فیلتر نصب کنیم، 6,000 خانه را برایشون بگیم فیلتر بخرین. مسئله اقتصادیش بسیار پولش گزاف است که فیلتر که باید موثر باشه و این مردم ها به او حد توانی ندارن. دیگه یک چالش ملی است. اگر ما هر فرد جامعه، یعنی ما شما قبلا هم گپ زدیم که هر فرد جامعه اگر مو مسئولیت شهری خود ندانه و تو بی پروا فکر کنه که من فقط گرم باشم دیگه بلاد پاس هوا که رقم مولوده میشه، بسیار مشکل خود بود که بتونه میره مهار کنیم. امیدوار هستم که عزیزم این گپ بشنون و کوشش کنن که مواد را بسوزانن که از لحاظ آلودگی تاثیرش کمتر باشه. به هر حالش در خصوص حکومت، اگر بخاری های گازی خریداری شود از طرف حکومت برای مردم هایی که اقتصادشون ضعیف هستن داده شود و بعدا به قسط پیسیشون آسته آسته چون مامورین دولت هستن گرفته شود و موضوع گاز رو شما میفهمید که به مجرد که زمستان داخل میشه و قیمت گاز بالا میره ایره مهار کنن. یعنی بعض وسایل است که میشه یک حد آلودگی را کاهش داد، اما متاسفانه در یه سه ها چیزی کار خاص وجود نشده دیگه.
بله. خب آقای صافی میخوایم بیشتر بشنیم از شما چقدر هموطنانتون با شما همکار هستند و همچنان پلان هایی که به آینده دارین چی پلان هایی است؟ پلان عمدی که بالاش بیشترین کار باید صورت بگیره. من خب قبلا براتون گفتم که مسئولیت ریاست تنظیف در خصوص شاروالی مطلق پاک کردن کابل است و من بله. مصمم هستم که پاک میکنم. الحمدلله دوستا آهسته آهسته متوجه میشن که می زباله نه تنها که تکلیف بر جامعه است، بر خودشان هم است. در محیطی که زندگی میکنن آلودگی رو به بار آورده، بوی داره، گاز میتان تولید میکنن. کم کم دوستان مراجعه میکنن که ما اینجا انبار زباله داریم، شما لطفاً بینی رو پاک کنین. باز سوال ما این میباشه که بعدا چی میشه؟ دوباره رو انبار میسازین؟ باز میگن نخیر نه، حالا ما کوشش میکنیم که در طریق شرکت های خصوصی را انتقال بدیم. این یکی از پلان های عمده و اساسی است. در پهلوی از او ما زبالدان های بسیار بزرگ را که شما در چهار اطراف شهر میبینید، قبلا نمی گفتم در بیشترین نواحی این مقدار زیادشان تعداد زیادشان برداشته شده و مردم از این رضایت نشان میدن که این ساحه قبلا یک زبالدانی بود، حرم مردار کرده بود، کثیف هم کرده بود، بی سلیقام بود. در این عرصه که ما بسیار همکار هستند، یعنی دارن کم کم متوجه میشن. اما یک تشویش که اونا داشتن که ما می زبالی خود چطور کنیم و کجا ببریم، او را شرکت ها طبعا مراجعه میکنن و او را از خانه هاشون برمیدارن. روز قبل بر من کسی گفت که یک نفر گفت شما دیدیم که کراچی انبار کثافات رو میورد با خاک و با اچ که داشتن مواد ساختمانی دیدیم بغل سر خالی میکرد. باز میگم باش گفتم که این کار تو درست نیست. باز گفت کجا پرتم؟ از ما پرسان کرد که این مردم چی کنه. اما گفتم بسیار آسان است، ما حکومت داریم الحمدلله، شاروالی داریم، یک تلفن کنین که صاحب ما این یک تکلیف داریم، انبار زباله داریم، امیر چی کنیم؟ اگر ما برش راه نشان دادیم، حل برش ندادیم، باز بعد از او شکایت خودش شدن. اما متاسفانه دوستا به قسم نمیفهم که چطور داخل شده در سیستم، فقط یک چیز را از خانه خود میکشن اونجا میپرتن بدون از اینکه حالا مخ نمیشه که نصف کابل بریم کلش بندی کنیم، جریمه کنیم یا کدام جزای دیگه بتیم. خوب است که بر ما مراجعه کنن. ما وسایل زیاد داریم، یعنی اما سکپ میگیم و شما یا دوله های افمتر مکبه میگیم که هر کس کار ساختمانی میکنه وقتی که میخوان زباله ساختمانی خود دور پرتن در مقابل فیسی بسیار مناسب رو برشان میگذاریم. ولی یک نفر باید ولی در خارجی کار میشه، خارج خود کدام کس دیگه نیست، خواهی این انسان های هستن که خواستن زندگی خود خوب بسازن. بله. حالا ما هم وسایلش داریم، هم موترش داریم، هم اسبابش داریم، چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ بلک ها دلار مصرف کرده میتونیم در ساختمان، اما زباله شو باز میریم در کوچه میپرتیم. به هزارها دلار مصرف کرده میتونیم به یک به خانه خود، اما با زبالش میفهمم که چرت میدم که کجا ببرم. بله. کل مصرف شد $1000 نشه، ممکن یک چند هزار افغانی شه. دیگه از این آدرس من همشهری ها خواهش میکنم از این آدرس تلویزیون شما که لطفا هر مشکل دارین به حکومت مراجعه کنین. دو هدم خرابی نیست که برتون هیچ چیزی نرسه، اما که شما مراجعه کنین آهسته آهسته میریم به طرفی که ما شهر باید پاک بسازیم. بالاخره و این شهر ماست، وطن ماست، سر ما حق داره. از هر لحاظ که شما ببینین ای حقش از سر ما که ما ایران کثیف نسازیم. اقلا اگر پاک نمیکنیمش، ما بر شما گفتم که ما کابل پاک میگم، دیگه اگر کسی کثیف نسازه بله ای حقشان است که اقلا کثیف نسازه شه، باز پاک کردنش میمونه به اداره شاروالی یا به تنظیف. جمع‌آوری زباله ها خانه به خانه یک پلان خیلی خوب بود. این چقدر تانست که بیشتر به خاطر صفایی شهر ما یعنی سهم داشته باشه و چقدر مردم بالای خود تطبیق کردن و چطور میتونیم که این فرهنگ را حداقل در جامعه امروزی ما پیاده بسازیم، فرهنگ سازی شود که خود ما به خاطر جمع‌آوری زباله همون منزل ما یا زباله همون مواد غذایی را که میخوریم حداقل در جایی که مشخص شده بندازیم، به یک فرهنگ خوب تبدیل شود. خوشبختانه که قبلا هم گفتم که مردم کم کم متوجه شدن، همکاری هایشان است. تشویشی که اکثریت دارن میگن ما صفایی پرداخت میکنیم پس چرا یک پول اضافه پرداخت کنیم. این مسئله را من امروز در مجلس اداری یاد کردم، باز گفتن که در کابینه سر از این بحث شده که می کلمه صفایی را ما من بعد از می هزینه که بگیریم یا پول که دولت میگیره را پس میکنیم، میره خدمات شهری میگذاریم. موضوع زباله مشخص ذکر میشه که این مربوط زباله نمیشه، زباله خانگی. یک ناهی پنج دوستا قصه کردن روز که یک کسی آمده بگین جو آمده بود، من مردم می کار انجام میداد، همین فرهنگ هم میخواد برشون بفهمانن، زبالشان رو جمع میکرد خانه به خانه، اونا به مصرف خودی کار میکردن. خوش شرطش چی بود که بازی مردم خودشان بعد از تکمیل پروژه خودشان رو تطبیق کنن. باز پیش ما مراجعه کردن که برای ما قبلا مفت انجام میشد، حالا ما در این مرحله هستیم، شما که ما چی کمک میکنین؟ به هر حالش ما برشون یک دو از زبالدانی‌های بزرگ گذاشتیم که اونا پرتن. خوشبختانه دیروز برام پیام دادن که امی مردم امو زباله رو جمع میکنن، یک مقدارش دوباره استعمال میکنن و یک مقدارش اگه ضرورت است رو دفن میکنن.
که یان بسیار کار خوب است، یعنی حجم زباله را بسیار کاهش میدن. باز می زبالدانی را که از ما تقاضا کردن که باشون بگذارم، گفتم این خوب است برشان میگذارم، چون که پروسه ما است که ما زبالدانی را پس میکنم. در صورت برشان میگذارم که اینا زبالدانی را پاک نگاه کنن و هم منظم نگاه کنن، هر وقت که پر میشن فقط با یک تلفن تماس تلفنی ما برشان موتور روان میگیریم انتقال میدیم. یعنی این برنامه مردم در بعض جای با یعنی قبول نمیکنن، گویا که مکلفیت ما است که برداریم اما ما هزینه نمیپردازیم. درست است که مکلفیت ما است که پرداختن هزینه است. آستاستا مردم به این پی میبره که جاهایی که شرکت های خصوصی کار کرده ساحه از زباله عاری است. مثلا اکثرت جای شما متوجه بشین که زباله را میاردن در پلی مسجد منداختن، بله در اکثرت جایا، یا یک جای بیکار گیر میکردن منداختن، اونو ساحه آل پاک شده. مثلا من مثال ناحیه 11 را براتون دادم، میتونم ناحیه 15، ناحیه 10، ناحیه 5. در اینجا نتایجی که مردم دیده آل خوش شدن. مثلا در ناحیه 2 ما شرکت نداشتیم، مالا که نتایج مردم دیده تقاضا میکنه اگر شرکت بیایه. ناحیه 12 مردم تقاضا کردن، مثلا یک شرکت اونجا روان کردیم، وقتی که اونا خدمات ارزنده را انجام دادن اون شرکت تا من توانش بیشتر بوده که تا سرکار را جور میکرد، رنگ میکرد. باز در مسجد کسی یاد کرده بود که کی از نمی شما که پاکوری میکنن، باز گفتم شرکت هست. باز گفت میشه برای ما معرفی کنین او شهرک بنام شهرک امنیت فکر میکنیم یاد میشه. باز اونا تقاضا کردن، یعنی پروسه به طرف امو مسیر مثبت که ما توقع داشتیم روان است، اما اینکه با کدام سرعت شاید بسیار تیز نباشه، توقع ما نزد افغانستان که به سرعت تیز روان باشه، اما امیدواری های خوب است که ان شاء الله روز برسه که ما زباله را در سر سرکار نبینیم. و اون روز مجلس یک موضوع یاد شد، به هر حالش همی زبالدانی خورد زرد که نیست در سر سرکاک است، این به خاطر عزیز که یک کس یک چیز را بخوره هم و پوستش یا هم قوتیش پرته. اما ما براتون بازاکسش روان میکنم که شما ببینید که انبار زباله را در خلطه آوردن در پولیز میگذاشتن. الان ما را مجبور میسازن که ما اون پس کنم از سرک. باز یک نفر گله نکنن که ولی شما صبح چرا پس کردین، چرا که ما از هر چیز استفاده نادرست میکنیم. بله. تا وقتی که حالا با کی گیر کنیم، کدام خانه را کش کنیم که تو بیایی چرا اینجا موندی، جریمه بتیم. یعنی بعض جایا عجیب است که همین بلند مزرعه که در بین چارای قوی مرکز و تا از دانبا به قوی مرکز این وسط ساحه که است، بله تقریبا نمیفهم 20 چند بلند مزرعه است. یعنی ما تونستیم تنها 9 تاشه با بسیار تکلیف و جدیت که از چارو از ناحیه نفر رفته شرکت رفته این راجستر کنن. دیگراش میگن چرا نمیکنه، میگه حالا ما اینجا یک نفر هست که برش میتیم میبریشه. حالا که نفر میبره شرکتی که میبره خود کت مرتبط داره، جای دیگه نمیپرته، او رو ما تنظیم کردیم. همین نفره که برش تو پول رو کم میتی همین کجا میبره کسافاته. حالا ما مجبور او رو جریمه کنم، صاحب خانه رو جریمه کنم، چرا که تو با کسی میتی که از زباله رو میگیره در جای دیگه کابل میپرته و مربوط است. متاسفانه که در بعض جای میگه ما خود ما تنظیمش میکنیم، ما خود ما انتقالش میتیم. به هر حال این گپا بسیار زیاد است، اما بود مثبت شما است ان شاء الله که این کار به طرف خوبی خود روان است. خیلی خوب آقای صافی، ما شاهد هستیم در دیگه کشور، ما هیچگاهی افغانستان نمیتونیم با دیگه کشور مقایسه کنیم، به دلیلی که افغانستان کشور ما هست، هر گونه‌ای که هست. حالا ما در اینجا بوده باش داریم، در دیگه کشورها اینقدر نصافت گرا حیات میشه و شهرشون خیلی زیبا و قشنگ است، هر طرفش کامران است، بس چون زمانی که اگر یک از زباله خود بیاره در روی سرک میپمندازه جریمه نقدی میشه دفعتن. اما در افغانستان گفتی شما حالا چگونه باید شناسایی صورت بگیره؟ اگر در سرک یک کسی در موتر هم روانه است، یک چیز را نوش جان میکنن، میپرتن در اونجا، این فکر نمیکنن. حالا همیشه شعار ما افغانمی بوده که شهر ما خانه ما. پس این چگونه شهر است که ما از همون گونه که خانه خود پاک نگاه میکنیم شهر خود درست نگاه نمیکنیم؟ پس آیا کم جریمه هم صورت میگیره کسان را که اگر خودتان چم دید خودتان از شما ببینید دفعتا جریمه میکنین یا خیر؟ ما می مقرره جریمه را از ترتیب کردیم به وزارت عدلیه روان کردیم که پاس شوه، باز دوباره بر ما روان کردن، بعضی کامنت بعضی ملاحظات داشتن او رو پس تصحیح کرد روان کردیم. ان شاء الله که مو پاس شوه و مریو جا شوه. ما از 200 افغانی شروع کردیم تا 10000 افغانی. خیلی خوب مثال از خانه شروع کردیم. مثلا ما تو گفتیم که اگر یک خانه مقابل خانهش کسی باشه، انبار زباله یا زباله باشه، اگر 3 روزم ایمانده بود ما رو جریمه میکنیم. او تمن که شرکت خصوصی هم همکاری امروش داره یا شرکت خصوصی هم در ساحه کار میکنه، باز او شرکت میفهمه و جریمهش میفهمه که دی صاحب خانه هم. دکاندارا هستن، تجارت میکنن، مواد خام فروشن، میارن پاکاری میکنن، اگر مقابل دکانشون هم کسی بود، مردار بود، زباله داشته، تمن اون رو جریمه میکنیم. اتو مسائل را مویدیم که مثلا موتر انبار زباله است و یا مواد ساختمانی است که یک حرکت میکنن در مسیر سرک پیره چی میکنن سرک یعنی میرز از پیشون سرک مولود میکنن و مثلا اور تا 10000 افغانی ما در زیر جریمه گرفتیم. یعنی این پروسه باز برمیگرده به اینکه ایره چطور تطبیق کنیم. مالین
افراد که برای این ضرورت هستند ما باید داشته باشیم، با تربیت درست داشته باشیم، با وسایل درست داشته باشیم، سند درست بگیریم. ما جریمه های که از 3000 بالا می باشه رو به کمیسیون راجع میکنیم که اونا ممکنه را باز به طرف جرایم روان کنه، با جنایی روان کنه، با تحقیقات جنایی روان کنن. در کل این خب بحث بسیار پایین است که ما میگم ما مردمایی داریم که حالا یک نفر میگه که نمیفهمه، خب یک استدلال داریم که از اطراف اومده نمیفهمه که گپ درست نیست. ما افراد را داریم که تحصیلاتشان بالا است، زندگیشان بسیار خوب است، لباسشان بسیار مناسب است، در موترم که میگه بسیار مناسب است، این بلند منزلاشم که میبینی بسیار مناسب است. حالا تو بر از او چی رو بخوای یاد بدی از لحاظ از اینکه اینمی کارت غلط است؟ حالا ما بگم که تمام یک بلند منزلای ما داریم که فاضلا بخواد در جای لامیتن از کراس خانه میگیره، ما میفهم که از خانواده در حدود بین 1 تا 2000 افغانی میگیره به خاطر نگهداشت و پاکاری و فلان و فلان و فلانش، اما باز او چای سپتی که خواهد در جوی لامیتن. حالا او را چی یاد بیتی؟ که برادر قن الا که اما جدیت حکومت باید این مورد باشه که او را یا بگیره بندی کنه یا جریمه بسیار گذاف کنه، حالا جریمه را باز از پیش گرفته شد. طبعا باز این مسئله واسطه میشه فلان آمده بس مدان آمد مرا فلان حقیم رو داده فلان آمده داده، این گپا بسیار زیاد است. یعنی از هر بود اگر ما خود درست نسازیم، افراد در حد خود و حکومت در حد خود، این کار باید آسانی پیش نمیرن. درست ما که غرب خود مقایسه نمیکنیم، اما ما اتو فکر میکنیم که با این دینی که ما داریم، با این حیثیتی که ما داریم، ما از وقت بالا هستیم. اونا صرف جدیت دارن. یک مشکلی که ایجاد شد، یک جریمه که واسه تو بزرگ هیچ کس رفع کردن نمیتونه. ما اینجا متاسفانه واسطام زیاد داریم. بله. همین که یک گپ شد طرف زنگ میگه که والا فلانی خاندی والا مسلمانی هم مسلمانه. این مسئله بود ما در نظر بگیریم. ان شاءالله که به اون طرف هم روان هستیم. حالا شما میبینید که شهروالی مصمم از بایی که شهر که یعنی شهروندایی که شهر را میخواین و مستحقش هستن و حقشون سر باشون بته. هم سرکاش پاک کنن از بود دستفروشا و همچنان نظافت و مسائل دیگه شون. خیلی خوب. خب آقای صافی میخواییم بشنویم که نقش بانوان چیگونه است در تنظیف شهرداری و چقدر سهیم هستن، چقدر با شما همکار و هنگام هستن، مشنویم از شما در این مورد. ما طبعا بانوان رو داریم در ادارات خود، اما در سرک ها و در جایی که اونجا پاکاری روان است که اونجا نداریم. یک پروسه برنامه ابیتاد بود، تعداد را میخواستن ماش بتن. بله. باز برای اون نمیفهم که دیگه کار پیدا نمیشد یا دیگه کار کردن نمیتونستن، گفتن بیا خیلی سر کار جورو میکنیم و یک تعداد دیگه را استخدام کرده بودن، اونا با تحصیل بودن، با دوران را پیش درازای خانه روان میکنن که برایشان آگاهی عامه بتن مردم را در قسمت زباله ها. به هر حالش ما میخوایم که امرای ما باشن، اما در جاهای مناسبه که حقشان است. ضرور نیست که ما او را در جوی روان کنیم برش بیله بتیم جورو کنه یا ایره کنه. افراد هستن در این درسه های دیگه در دفتر ما داریم امرای خود، مثلا ما خیاط خانه داریم اونجا هستن، در دفتر کودکستان داریم اونجا امرای ما هستن خواهرها. در این درسه ها که ما کار میکنم انشاءالله. خیلی خوب. خب آقای صافی ممنون از شما از یک تشریف آوردین. اگر گفتنی دارین به هموطنان عزیز ما بفرمایید. صرف همه قمه اگم که برادرای عزیز من مسئول امین پاکاری کابل هستم، هر مشکل دارین برای من زنگ بزنین، زنگ تلفن مستقیم زده میتونین با سکرتاریت هم 155 شماره شکایت شهرالی هم است. در حد توان و بیشتر از او ما کوشش میکنم رسیدگی کنم، اما توقعات ما بعضا بسیار بالا می باشه. مثلا بعض خانه ها میگه که ما پیسه میتیم امی زباله چرا می 2 ساعت اینجا مانده، در حالی که قبلا انبارای زباله ماها اونجا می بود، تشویش از اون نداشت، حالا که 2 ساعت یا 3 ساعت میمونه. خاطر یک پروسه که تا که به پختگی خود میرسه مشکلات خود میشه دیگه. حوصله مندی شون می خوایم، تشویش هم زیاد نکنن. ان شاء الله که با همکاری همه، یعنی ما یک شعار داریم که همشهری و همکاری و شهرولی، اگه اینا باشه انشالله که کابل پاک میکنه. ما شعار ما که هست که ما کابل پاک سبز و عاری از خاک میخوایم، این شعار درست تنظیف است. انشالله که به نتیجه میرسیم. انشالله. ممنون شما، همیشه موفق باشین. ممنون از هر یک شما خوبان عزیزانی که تاییدن با ما بودین. البته بخش درمان هست حتما بینید باشین تا سلام و فرصت دوباره علایگر مددگاره شما خوبان عزیزان و پس از یک وقفه کوتاه بخش درمان بینید باشین.